دنبال صحبت‌هایی که ما درباره ویژگی‌های سرمایه‌داری کردیم در چند صحبت پیشین، ما نشون دادیم که آنچه که امروز ما باش سر و کار داریم در سطح جهان، نوع ویژه‌ای از انباش سرمایه‌داری هست به نام سرمایه‌داری نئولیبرال. مشخصات این رو یک مقداری توضیح دادیم و نشون دادیم که جهانی شدن هم به شیوه نئولیبرالی قرار گرفته، صورت گرفته و در همه جا، اون جایی که سرمایه های کلان وارد شدن و روابط تولید رو سرمایه دارانه کردن و متحولش هم کردن، این در واقع به نوع نئولیبرالیش انجام گرفت. و باز هم عظیم سال 2007-2008 که حتی تا امروز، یعنی 10 سال 11 سال بعدش، هنوز هم موجهاش در اقتصادیات کشورهای مختلف رو تکون میده، به پایان نرسیده. و این تفاوت بزرگی هست که این دوره‌ای که ما توش داریم زندگی میکنیم با دوران بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی اگر در جنگ جهانی دوم به خاطر ویرانی‌های عظیمی که اتفاق افتاده بود در واقع سرمایه‌داری دوباره بنا نهاده شد بر اجساد 60 میلیون انسان در قاره اروپا و نقاط مختلف جهان، ما شاهد این بودیم که یک دوره موج بلند رونق، اون چیزی که رفیق از دست رفتمون ارنست مندل به خوبی خصلت بندی کرده بود، با یک دوران موج بلند رونق روبرو بودیم که درش تکانهای رکود و بحران بسیار کوچکی اتفاق می افتاد. آنچه قاعده بود روج موج بلند رونق. این موج بلند در اواخر دهه 70 و اواخر دهه 80 به انتهای خودش رسید و با غلبه انباشت سرمایه‌داری، آنچه که ما دارن الان داریم می بینیم بحرانهای کلاسیک سرمایه‌داری هست. در اینجا باید دو فاکتور رو هم باز توضیح داد که مانع از این میشد که تا سال 2007-2008 بازم ما با تکانهای شدیدی در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری روبرو بشیم و بحران‌ها منطقه‌ای بود، خصلت تعمیم یافته نداشت. بعد از بحران 74 و به دنبالش بحران 82 ما باز بحران عمومی سرمایه‌داری نداشتیم. این به خاطر این بود که فضاهای جدیدی باز شد برای سرمایه‌داری جهانی و اینها رفتن اونجا و سرمایه‌گذاری سنگینی کردن. اولین فاکتورش سقوط اردوگاه شوروی و باز شدن بازارهای عظیم اینها بود. در کنار این فاکتوری که ما گفتیم به مثابه پای دوم غلبه نئولیبرالیسم، یعنی باز شدن بازار چین و عرضه شدن 300 میلیون کارگر ارزان در اونجا بود. این فضاهایی که باز شد باز اجازه داد که سرمایه‌داری در کلیت خودش بتونه یک مقداری مقاومت بکنه در اون سیکل‌های 7-8 ساله معروفش برای رکود بحران. اما با امروزه که ما جهانی شدن سرمایه رو دیگه به عنوان یک واقعیتی که اتفاق افتاده و اینکه حتی از جنگل‌های آمازون هم دیگه از زیر سلطه اینها هستند و فضای جدیدی وجود نداره که اینها بتونن با اون یک مقداری ضرب بحران رو بگیرن، نه اینکه اگر این فضاها نبود بحران اتفاق نمی‌افتاد. بحران ذاتی نظام سرمایه‌داری هست، ولی باز شدن بازارهای جدید، سیلان سرمایه به این مناطق اجازه میده که فاصله این بحران‌ها رو بیشتر. الان آن چیزی که ما درش عبور هستیم واقعا دیگه یک سرمایه‌داری عادی هست و باید منتظر تکان‌های هرچه شدیدتر بود. مهمتر از اون اینه که علارغم انقلابات انفورماتیک و ادامش و علارغم انقلابات ارتباطی و ورود کالاهای جدید سرمایه‌داری مثل تلفن‌های هوشمند، مثل ارتباطات از راه دور و غیره، ما شاهد این نیستیم که یک موج بلند رونق دوباره راه بیفته و هنوز در اون موج بلند رکودی هستیم که از اواخر دهه 70 شروع شد تا به امروز. کسانی که به این خصلت بندی موج بلند و موج رکود اعتقاد دارند و مکانیزمی رو که ارنست مندل تکمیل کرد، مال اون نبود ولی اون تکمیلش کرد، در صحبت‌های مختلفی که اینجا اونجا کردن نشون میدن که علارغم این تحولات سرمایه‌داری وارد موج بلند نشده و در آینده قابل پیش بینی هم اتفاقی که بتونه این موج بلند رو بیاره فعلا مشهود نیست. یعنی هم در کوتاه مدت، هم در میان مدت، هم در دراز مدت ما باید منتظر بحران‌های جدید سرمایه‌داری باشیم. برای همین هم است که می‌بینید از اون جایی که برخلاف دفعات پیش، من اینو توضیح دادم ولی ضرورت داره که دوباره یادآوری بکنم، برخلاف بحران‌های بزرگ دفعات پیش که مدل کینزی جابجا شد با مدل انباشت سرمایه‌داری نئولیبرالی، خط فریدمن و هایک و غیره، آن چیزی که
رو هستیم اینه که در واقع مدل جدیدی جانشین نشده و هژمونی سرمایه مالی و قدرت سرمایه مالی در ابعادی هست که اجازه این که جناهای دیگه از سرمایه داری بتونن خودشون رو قد علم بکنن عملا این از بین رفته و ما شاهد این هستیم که حتی در بخش صنعتی صنعت هم مالیه شده، یعنی در خود این شرکت های بزرگ صنعتی هم قسمت هایی به وجود اومدن که سوداگری مالی میکنن و وارد معاملات شدن. ما نشون دادیم که این جهانی شدن سرمایه داری با خودش انبوه عظیمی از بدهی های مالی نه فقط دولت ها بلکه خانوارهای در این کشورها ایجاد کرده. حتی در کشورهای متروپول، در کشورهای مرکز و پیشرفته سرمایه داری ما با ورشکستگی های عظیم خانوارهای متوسط و پایین تر روبرو هستیم. بحران مسکن در آمریکا این رو خیلی خوب نشون داد، بحران مسکن در انگلستان، در اسپانیا این رو نشون دادن، یادمون نره بحران از اینجا شروع شده بود و این اضافه تولید عظیمی که در سطح جهان ایجاد شده و اجازه میده به ما که باز هم این رو بگیم که متاسفانه با ادامه حیات سرمایه داری ما باز هم با این ورشکستگی ها در سطح های بزرگتر روبرو خواهیم شد. من چند رقم رو میگم تا نشون بدم چقدر این وضعیت مهمه. از بعد از دومین بحران تعمیم یافته سرمایه داری، جهان سرمایه داری که در اوایل دهه 80 بود تا امروز، آمار نشون میده که علارغم یعنی به دلیل پیشرفت تکنولوژی و به دلیل اینکه سرمایه داری ایجاد میکنه در وسایل تولید و همواره باروری کار رو بالاتر میبره و امکان ایجاد و تولید کالاها رو بزرگتر و بزرگتر میکنه، به طور متوسط تنها یک پنجم شرکت ها و کارخانه های بزرگ هستن که میشه گفت در بیشتر اوقات با ظرفیت کامل خودشون کار میکنن. یعنی 4/5 وسایل تولیدی که سرمایه داری خودش ایجاد کرده قادر به استفاده از اون نیستن و این تصادم خصلت اجتماعی تولید سرمایه داری که الان دیگه جهانی شده، میدونید یک اتومبیل که تولید میشه اصلا نمیشه گفت ساخته کجاست. در واقع اگر میگیم یه اتومبیل آلمانی هست به دلیل اینکه صاحبان صنایع آلمانی هستند و الا قطعاتش میتونه در رومانی باشه، در بلغارستان باشه، در برزیل باشه، در ایران باشه و این شبکه تولید و توزیعی که جهانی شده تولید رو هم واقعا جوری ایجاد کرده که با این یکی از شاهکارهای سرمایه‌داری هست، میتونن یک ماشین رو تولید اولیه‌اش رو در جاهای مختلف بیارن و به اصطلاح اون مونتاژ آخریش رو در یک کشور ایجاد بکنن و برن جلو. این محدود به ماشین هم نمیشه، حتی داروسازی هم شما نگاه بکنید الان دوایی که من و شما در کشورهای اروپایی میخوریم یا در ایران میخوریم مولکول پایه‌ایش میتونه در هند، در چین، در تایلند ایجاد شده باشه، در آفریقا حتی ایجاد شده باشه. سرمایه‌داری که یک همچین شاهکاری رو کرده و یک همچین انقلابی رو در وسایل ارتباطی و صنعتی ایجاد کرده با خودش، به خاطر اینکه این در دست یک عده معینی وجود داره که فقط و فقط به فکر سود خودشون هستن و مطلقاً مسئله تولید نعایم مادی رو از زاویه بهبود شرایط زندگی در نظر نمیگیرن بود هست، ما ببینیم که 4/5 این قدرتی که ایجاد شده برای تولید که میتونه جهان رو به یه بهشت تبدیل بکنه از کار از ظرفیت کاملش استفاده نمیشه. انقلابی که در ربات ها شد، در ماشین های مکانیک عقلانی در صورت بگیره، ساعت کار طبق محاسبه هایی که سازمان ملل کرده میتونه به 4 یا 5 ساعت در سطح دنیا کاهش پیدا بکنه و اشتغال کامل رو ایجاد بکنه. ولی ما شاهد چی هستیم؟ که حتی در کشورهای متروپول که مبارزه برای ساعت کار در بعضی کشورها مثل فرانسه و در آلمان این رو به 35 ساعت رسونده بود، الان مجددا ساعت کار به 39 ساعت 40 ساعت و در کشورهای مثل انگلستان مهد سرمایه‌داری و صنعتی اولیه جهانی ساعت کار رو 48 ساعت در واقع افزایش پیدا کرد و در کشورهای پیرامونی مثل بنگلادش، مثل ایران و غیره میدونید که بیگاری عملن، یعنی مسئله 6 روز کار 7 روز کار هست، مسئله اینه که آدم ها برای اینکه بتونن زندگی بکنن چند تا کار رو دارن و وقتی شما ساعت کار یک فرد معین رو در نظر میگیرید با یک فاجعه انسانی، با یک تراژدی روبرو هستید. یعنی ما برای همینه که کیفرخواست داریم ملای سرمایه داریم، همین سرمایه داری که باروری کار رو آنچنان بالا برده که این زمین میتونه به بهشت برین تبدیل بشه،
به یک جهنم و یک بربریت داره تبدیل میشه. با کار کودکان میلیونی روبرو هستیم، با آماری روبرو هستیم که فاجعه باره. من چند تا چیز جمع کردم، مشت نمونه خرواره، طبیعتاً این میشه ساعت‌ها راجع به صحبت کرد. کتاب پیکتی راجع به سرمایه قرن 21 آمار بسیار جالبی رو در اختیار ما قرار میده. کاری به نتیجه گیری های پیکتی نداریم. مسئله آمار این بربریتی که در جهان الان هست برای ما مهمه. 83% کل ثروت جهان توسط 10% جمعیت که در کشورهای مرکزی اروپا و شمال آمریکا هستن کنترل میشه. یعنی 83% آن چیزی که 7 میلیارد نفر ایجاد میکنن در دست چند صد میلیون بیشتر نیست. و حتی توی این چند صد میلیون که 10% جهان هستن هم باز فاجعه باره. تقسیم ثروت بین اونها هم فاجعه باره. 8 میلیاردر که یک توی این 1% ها هستن، ثروتی معادل 50% فقیرترین بخش های جمعیت جهان رو دارن. این نتیجه سلطه سرمایه داری، این نتیجه این هست که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ادامه پیدا کرده و این انقلابات رو برده سود خودشون کرده، نه رفاه عمومی. امروزه طبق آخرین اطلاعاتی که اکسفام سازمان جهانی مبارزه با گرسنگی داده، 821 میلیون نفر، خوب رقم رو توجه بکنید، 821 میلیون نفر در گرسنگی به سر میبرن. 1,200,000,000 انسان نیمه گرسنه هستن در این لحظه ای که ما هم صحبت میکنیم. اون وقت در کشورهای بزرگ برای اینکه قیمت محصولات پایین نیاد، غذاهایی رو که تاریخ مصرفشون نزدیک هست رو میسوزونن، میریزن دور. این فاجعه سرمایه داریه. سرمایه داری انقلاب در ارتباطات، در انفورماتیک، در صنعت، در نیروی انرژی های هسته‌ای، در همه چیز ایجاد کرده که این رو چیکار میکنه؟ به نفع 1% های جامعه تصاحب بکنه و گرسنگی رو برای ما برامان آورده، بیکاری رو برای ما برمغان آورده که اونها بتونن گلف خودشون رو بازی بکنن. فراموش نکنید این چیزهایی که ما بینیم تبلیغات نیست، آمار دقیقی هست که توسط سازمان بخش‌های مختلف سازمان ملل و اقتصاددانانی که حقوق بگیر اینها نیستن و میتونن آلترناتیوهای رو پیشنهاد بکنن بررسی شده و آورده شده و راجع به صحبت نمیشه. اینه که ما کیف خاص داریم برای سرمایه داری. اینه که ما میگیم که این نظام، نظام بربریت آفرین هست، علارغم این که بالاترین ظرفیت های تولیدی که رو بشریت میتونست تصور بکنه ایجاد کرده. آدم های مکانیکی، روبوت ها میتونن جای انسان ها رو در تمام کارهای سخت بگیرن، میتونن کارگر معدن باشن، میتونن زباله ها رو اونها ببرن، میتونن کارهای سختی رو که مدام به خاطر اتوماتیک بودنش و تکراری بودنش انسانها رو خرفت میکنه و اجازه فکر کردن رو ازشون میگیره، کاملا توسط اونها انجام داد. میشه ساعت کار رو انقدر پایین آورد که اون چیزی که مارکس توی ایدئولوژی آلمانی میگفت واقعا تحقق پیدا کنه. انسانها صبح برن ماهیگیری، بعد از ظهرش برن شکار، شبش برن تاک. هر کسی میتونه هر کاری رو در واقع بکنه و وقت زیادی داشته باشه، هم سیر باشه، هم سرپوش داشته باشه، هم وقت فراوانی رو اختصاص بده به بالا بردن دانشش، فرهنگش و استفاده از نعمات زندگی. آن چیزی که مانع اینه سرمایه‌داریه، مناسبات سرمایه‌داری هست که فقر رو در یک بخش و ثروت رو در یک بخش دیگه متمرکز میکنه. و حتی توی خود اینها، توی خود این کشورهایی که این 1% ها، این میلیاردر ها، این 8 میلیاردر در واقع در زندگی دارن میکنن، خود اینها هم زیر ضربات هژمونی سرمایه مالی و بیگاری که از این مردم این کشورها گرفته میشه قرار دارن. سطح واقعی قدرت خرید کارگر آمریکایی، خوب توجه بکنید، من صحبت از بنگلادش و ایران و اتیوپی و غیره نمی کنم، خود آمریکا، کعبه آمال سرمایه داری، که فراموش نکنید تا پیش از این بحران‌های منطقه‌ای در آسیای جنوب شرقی، بحران در روسیه، بحران در اروپای شرقی، همه اینها رو میگفتن اینا ناکارآمدی دولتمداران و طراحان اقتصادی این کشورهاست. ولی اگه سرمایه‌داری رو شما درست و عقلانی ایجاد بکنید، امکان نداره که ما با بحران روبرو بشیم. ما این تبلیغات رو شنیدیم، دو دهه این رو خوردیم و حالا میبینیم که در قبله آمار سرمایه‌داری، یعنی خود آمریکا بود که سومین بحران بزرگ تامین یافته جهان سرمایه‌داری
بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. اونجا چی؟ اونجا هم کاردانی نبود، اونجا هم اقتصاددان به اندازه کافی نبود، اونجا هم کسانی که بتونن برنامه ریزی بکنن وجود نداشتن. چرا؟ وجود داشتن، اما برنامه ریزی رو در سطح واحدهای تولیدی که توسط سرمایه‌داران کنترل میشه و جامعه روشیش کنترلی نداره انجام میبردن. تضاد اصلی که توی تولید سرمایه‌داری هست همینه. عقلانی ترین شیوه های تولید در واحدهای منفرد سرمایه‌داری و آنارشی تولید در سطح کل جامعه. این اون چیزی هست که تضاد بین خصلت خصوصی مالکیت سرمایه‌داری و تولید اجتماعی سرمایه‌داری رو با خودش میاره. این اون چیزی هست که باید در هم شکسته بشه. اینجاست که ما میگیم سوسیالیسم، اینجاست که میگیم باید این قدرت رو از این یک درصدی ها گرفت، اینجاست که میگیم باید مالکیت سرمایه‌دارانه بر وسایل تولید از بین بره تا بشه اون رو به شیوه عقلانی نه فقط در واحدهای تولیدی منفرد بلکه در سطح جامعه ایجاد کرد. الان به لطف انقلاب انفورماتیک و جمع‌آوری داده‌ها با چند تا کلیک میشه تا اون جزئی ترین احتیاج‌ها و نیازهای مردم جهان رو یا در یک کشور معین بزرگ رو بررسی کرد، در اختیار داشت و براش برنامه ریزی کرد. نه این فاجعه‌ای که باعث میشه که 4/5 تولید کارخونه‌ها و واحدهای تولیدی نتونن از ظرفیت تولیدی خودشون با حد اکثر استفاده بکنن چون سود پایین میاد. این اون چیزی هست که ما رو میاره به این که علیه سرمایه‌داری اعلام جرم بکنیم. و به قول رفیق کبیرمون روزا لوکزامبورگ تفسیر که اون موقع زد، الان ما به چشم خودمون داریم میبینیم بشر در آستانه سوسیالیسم یا بربریت قرار گرفته. ادامه ی حیات سرمایه‌داری ما را هرچی بیشتر به بربریت نزدیک می‌کنه. فاجعه محیط زیستی رو نگاه بکنید. آب، هوا، همه چیز آلوده است. برخورد به انرژی هسته‌ای رو نگاه بکنید که چطور اینها زباله‌های هسته‌ای رو ایجاد می‌کنن که نمی‌دونن باش چیکار می‌خوام بکنن اما باز ادامه میدن. شما نگاه بکنید به اینکه تولید اضافی به چه حدی هست در بخشی از جامعه جهانی و اون طرف گرسنگی و فقر هست. این اون چیزی هست که سرمایه‌داری برای ما به ارمغان آورده و ما امروز با یکی از بدترین اشکال سرمایه‌داری، یعنی سرمایه نئولیبرال انگلی روبرو هستیم. بدهکار کردن کشورها، بدهکار کردن دولت‌ها و بدهکار کردن خانوارها. نگاه کنید توی همین کشوری که من الان دارم زندگی میکنم، لعنت بر جمهوری اسلامی که ما رو به این تبعید طولانی وادار کرده، در همین کشور فرانسه، مهد انقلاب کبیر فرانسه، کشوری که شعارش هست آزادی، برابری و به اصطلاح ترجمهش یه مقدار به قول معروف به لحاظ جنسیتی اشکال داره ولی برادری و برابری رو کنار هم دیگه میذارن، آزادی، برابری، برادری که اون واژه برادری در واقع این هست که همه همدرد هم دیگه هستیم، برادری و خواهری تو همان توش هست، ولی از اونجایی که اون موقعی که این شعار رو می آوردن واقعا مردسالاری دیگه در اوج خودش بود، میبینیم که این واژه هم این بار رو با خودش داره. من پرانتز گفتم که این رو توضیح بدم. به هر حال آنچه که شعار انقلاب فرانسه بود آزادی، برابری و برادری بود. در همین کشور آخرین آماری که در اومده، مدیران 40 شرکتی که شاخص بورس پاریس رو تعیین میکنن و بهش میگن کک 40، یعنی CAC 40، آماری که 2 هفته پیش در اومد نشون میده که حقوق و درآمد مدیرهای این شرکت ها نسبت به طور متوسط نسبت به حقوق پایین ترین حقوق هایی که در این کشورها هست فکر میکنید 1/1 1/340، یعنی حقوقی که اینها در یک ماه میگیرن برابر 340 ماه حقوق کسانی است که توی شرکت اینها کار میکنن و پایین‌ترین حقوق رو میگیرن. این آمار کمونیستا نمیدن، ماها نمیدیم، این آمار مؤسسات آماری خود این شرکت ها دارن میدن. نابرابری تا این حده. برای اینکه به دستتون بیاد که این چطوری رشد سرمایه داری این رو بدتر کرده و به خصوص نوع نئولیبرالیسم این رو بدترتر کرده، در دوران آقای میتران رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه
این رقم در آغاز کار 1:8 در بعد از جنگ جهانی دوم، ببخشید در بعد از جنگ جهانی دوم این نسبت 1:8 بود، در دوره آقای میتران سوسیالیست به 1:20 رسید و امروز به 1:340. آیا این فاجعه نیست؟ آیا ما حق نداریم بگیم که جنایتکارن این سرمایه‌دارانی که یک همچین تقسیم نابرابر و ناعادلانه ثروت رو در این کشور ایجاد کردن؟ 1:340. و این باز تکرار میکنم، این آماری نیست که ما میگیم. یعنی از یک طرف در سطح جهان که با افتخار هم میگن میگه ما یک دهکده کوچک هستیم و یک بادی که اونجا بیاد طوفان این طرف میتونه ایجاد بکنه و غیره، به هم بسته هستیم، سرمایه‌داری انقلاب کرده، قیامت کرده، همه رو هم دیگه وصل کرده و همه این نعم رو پخش کرده، میبینیم که چجوری این نعمت‌ها رو پخش کرده. و از یک طرف در کشورهای پیرامونی فقر عظیم رو میاره و باز در خود همون کشورها 1%هاش فاجعه بارترن. شما برین و نگاه بکنید به شاخص جینی، شاخص جینی که سازمان ملل گذاشته تقسیم ثروت در بین کشورهای مختلف نشون میده و شما یک نگاه کوچیک بهش بندازید متوجه میشید که ناعادلانه ترین تقسیم ثروت در کشورهای پیرامونی هست، همون هایی که اینها میگن اتفاقا دارن رشد میکنن، در برزیل، در شیلی، در هند، در چین، این کشورهایی که دارن هرچی بیشتر سرمایه دارانه تر میشن به نوع نئولیبرالی خودش که ما داریم با هم صحبت میکنیم. این آمار وحشتناکه. اونجا رو که شما نگاه میکنید 1%ی های این کشورها کلان سرمایه داران این کشورها نسبت تصاحب ثروت عمومی که در اونجا تولید میشه، ارزش اضافی که توسط بخش‌های مختلف کارگران و حقوق بگیران در اونجا ایجاد میشه و به گردش در میاد، فاجعه بارترینش در این کشورها هستن. ولی در خود این کشورهای مرکز هم من خدمتتون گفتم 1:340 هست. یعنی سرمایه داری چه اونجایی که رو به رشده مثل این کشورهایی که اسم بردم و روسیه هم یادم رفت اضافه بکنم بهش، و چه در خود این کشورهای کهنسال سرمایه داری در همه جا به نسبت ثروت و در قدرت رو در یک طرف و تقسیم ناعادلانه و فقر بدبختی نسبی رو در طرف دیگه. میگم نسبی چون ما فقر مطلق صحبت نمی کنیم، هرچند در کشورهایی مثل برزیل ما عملا با فقر مطلق روبرو هستیم. تا قبل از روی کار اومدن دولت کارگر، حزب کارگر اونجا با آقای لولا، 40 میلیون برزیلی گرسنه بودن. هنر این دولت این بود که این رقم رو به 15 میلیون کاهش داد. وارد بحثش نمیشیم که چرا نتونست بقیه رو از بین ببره و الان داره تاوانش رو در واقع پس میده. ولی به هر حال این رو میخوام بگم که در کشوری مثل برزیل که به لحاظ صنعتی با آفریقا قابل مقایسه نیست، بعضی شاخه‌ها با کشورهای پیشرفته پهلو میزنه، ما با یک همچین فاجعه‌ای روبرو هستیم. بودیم، هستیم و خواهیم بود. آدم‌هایی که در گشنگی هستن، یک نسل در بعضی از مناطق برزیل سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده که قدشون 15 سانت کم شده به خاطر نبودن کافی مواد غذایی. همین آماری که اکسفام داده در سال 2018 150 میلیون کودکی که شمارش شدن، یعنی اونهایی که اینا بهش دسترسی داشتن و میتونستن آمار بدن، با نقص رشد روبرو هستن و قد و وزنشون به قد و وزن معمولی نخواهد رسید، به نقد میدونیم. و این رقم در حال افزایش هست در همین جایی که در همین لحظه‌ای که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. مقصر کیه؟ مقصر کارنادان هایی هستن که نمیتونن درست برنامه ریزی بکنن؟ نه خیر، مقصر این مناسبات سرمایه داریه. مقصر افراد نیستن، تکنیسیان ها نیستن، متخصص ها نیستن، اقتصاددانان نیستن، برنامه ریز ها نیستن. مقصر این سیستمه که از اونجایی که هر چیزی رو به طرف سیری اشتها ناپذیر و پایان ناپذیر کسب سود و انباشت سرمایه به جلو میبره، با خودش تمام این فجایع رو میاره. اینها ناگزیره. با بهترین سیاست ها میشه برای یک دوره اختلافات رو کاهش داد، اما این اختلافات رو نمیشه از بین برد. در بهترین جاهایی که سرمایه‌داری تونسته بود با روش‌های کینزی بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم عادلانه‌تری از ثروت رو ایجاد بکنه، یعنی کشورهای اسکاندیناوی، کشورهایی مثل نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک، هلند و غیره، این مجموعه شمال اروپا،
که هنوزم بقایای دولت رفاه درشون هست، در همون جاها با بعد از چند دهه مقاومت ما شاهد همین تکرار همین داستان و همین تراژدی هستیم. در اونجاها هم قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق ایران پایین و پایین تر اومده. اونجاها هم شیوه نئولیبرالی هم باشه سرمایه غلبه کرده و دولت رفاه رو به زانو در آورده. همه برای چی؟ برای اینکه سود بیشتر و سرمایه بیشتری رو برای 1%های جامعه تحقق بدن. شما نگاه بکنید به سیاست هایی که ترامپ پیاده کرد. امریکا فرست. امریکا فرست به معنی 1%ها فرست هست. ایشون با بخشش های مالیاتی که ایجاد کرد، با یک چرخش قلم که دیدید نشونم میده وقتی امضا میکنه، با همون امضایی که نشون داد به تلویزیون ها، با یک بخشش مالیاتی 800 میلیون دلار رو در عرض 10 سال آینده منتقل کرد، باز هم به 1%ها، و 400 میلیارد کسر بودجه اضافه رو آورد، و این کسر بودجه اضافه هم صرف این داره میکنه که صنایع نظامی رو در اونجا ببره بالا. ز هر طرف شود کشته سود اسلام است. هر چرخشی اینها میکنن، هر قرمی رو که برمیدارن، این 1%ها هستن که فربهتر میشن، و این ناشی از این مناسباتی هست که این ناعدالتی، این بی‌عدالتی، این عدم تساوی رو در خودش داره. و تکرار میکنم، حتی در جاهایی که به لطف مبارزه طبقه کارگر و حقوق بگیرها و تحمیل دولت رفاه به این کشورها، همه جا ما با عقب نشینی رو به رو هستیم، همه جا این خصلت ربایی سرمایه‌داری داره داغون میکنه همه این دستاوردها رو، و اونجاهایی که میرن و آخرین بقایای مناسبات ما قبل سرمایه‌داری از بین میبرن، مثل آفریقا، شما نگاه کنید چیکار میکنن. در اونجاها هم حتی تولید رو سازمان نمیدن، رواخاری رو سازمان میدن. حداقلی رو که لازم دارن برای صنعت خودشون در سازماندهی میدن، و در اون با بدهکار کردن دولت‌ها، نسل اندر نسل در واقع این مردم این کشورها رو بدهکار میکنن. این اون وضعیتی است که ما با شروع هستیم. این اون چیزی هست که میبایست ازش این رو باید از سر راه برداشت، و این به هیچ وجه با جابجا کردن افراد نیست، بلکه فقط و فقط با از بین مردن مناسباته. شما نمیتونی به این که بگی که فداکارترین نیکوکارترین آدم رو شما بنشونید بر مسند کار، از آن جایی که این مکانیزم میبایستی سود رو ارجحیت بهش بده، با یک مقداری مقاومت در خواهد غلطید با آن چیزی که 1%ها رو فربه بکنه و بقیه رو هرچه بیشتر نادارتر و فقیرتر. این اون وضعیتی هست که سرمایه‌داری ایجاد کرده برای ما، و به خصوص این انگلی ترین نوع سرمایه‌داری، یعنی سرمایه ربایی الان هست. شما وقتی نگاه میکنید میبینید، تکرار میکنم، این خیلی مسئله مهمیه، این اولین باری که این اتفاق افتاده و در این دهه‌ای که گذشت اتفاق افتاد. بزرگترین شرکت‌های صنعتی که کشفیات صنعتی درشون صورت میگیره در اروپا، در آمریکا، بخش‌های مالیه ایجاد کردن و سودی رو که به دست میارن میبرن در سوداگری، در ارز و در بورس بازی اونها میارن قاطی میکنن. این در سابقه نداشته در سرمایه داری. این پدیده نوعی هست که نشون میده ما در اون فازی از امپریالیسم هستیم که خصلت انگلیش که پیش بینی کرده بودن در اوایل قرن 20 به اوج خودش رسیده و در تمام این تاروک فودش جامعه جهانی رو با خودش گرفته، و در سراسر جهان ما با این خصلت منهدم کننده رباخاری سرمایه‌داری روبرو هستیم و بدهکار شدن و فقیرتر شدن. آیا ما حق نداریم با چنین تصویری اعلام جرم بکنیم علیه سرمایه‌داری؟ آیا حق با ما نیست که بگیم تا وقتی این مناسبات ادامه داره دنیا به همین چرخ خواهد چرخید؟ از اینجاست که ما کیفرخواست خودمون رو علیه این با صدای بلند اعلام میکنیم و میگیم سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان وظیفه روز و آجر ماست. سوسیالیسم نه برنامه 500 سال آینده، بلکه امروز ماست. از همین امروز در همه جا باید برای خلع ید از مالکیت خصوصی و کلان سرمایه‌داران اقدام کرد، و الا گفته روزا لوکزامبورگ، ما به بربریت می‌ریم، نه به طرف خوشبختی بیشتر. آماری که خدمتتون ارائه دادم
وضعیتی که ترسیم کردم و خصلت بندی که از این سرمایه‌داری در چند صحبت قبلی خودم ارائه دادم ما رو به این متقاعد میکنه که میبایستی قدرت سرمایه رو به زیر کشید، میبایستی ماشین دولتی سرمایه‌داری رو که در خدمت این انگل ها این پارازیت ها هستن در هم کوبید تا ما بتونیم از این انقلابات عظیم تکنولوژیکی که سرمایه‌داری ایجاد کرده برای کل جامعه بشری استفاده بکنیم، نه 1%. با این تصویری که ما از این جهان سرمایه‌داری داریم، با این تصویری که این خصلت انگلی سرمایه رو براتون مطرح کردیم و اینکه سرمایه‌داران هرچی بیشتر تبدیل به پارازیت‌ها و انگل‌های این جامعه شدن، ما شاهد این هستیم که از اونجایی که به دستاوردهای کارگران و حقوق بگیران در همه جا تعرض میشه، ما با ورود میلیونی کارگران جوان به بازارهای کار و این مبارزات روبرو هستیم و خیلی خوشوقتیم که میشنویم که در نتیجه همین فشارها، در نتیجه همین مبارزات، در نتیجه اینکه اینها دارن از سطح زندگی خودشون دفاع میکنن، یک بار دیگه آرا و استدلالاتی که مارکسیستا میکردن مجدداً به جلو اومده. ما میبینیم که سرمایه، کتاب سرمایه کاپیتال مارکس جز پرفروشترین کتاب‌های اجتماعی در کشورهای اروپایی شده، به طور مشخص در آلمان بوده، در فرانسه بوده و این نشون میده که یه خون تازه‌ای اومده روی صحبت ما. با این خون تازه است، با این کارگران جوان، کارگران یدی و فکری، اینهایی که بدون اینکه بخش بزرگیشون حتی نمیدونن که کارگر هستن، ولی کارگر هستن، اونم از نوع مولدش، و اینها هرگز با حقوق‌های خودشون به تبدیل به سرمایه‌دار نخواهند شد. این 1%ها جلوی اینها رو خواهند گرفت. بخش فوق‌العاده اندکی که کارگزاران اینها هستن، مثل همین مدیران ککوانتی که من خدمتتون گفتم که 340 برابر حقوق حداقل در فرانسه قیمت میگیرن، اینها چند صد نفر بیشتر نیستن. این میلیون ها کسانی که با تحصیلات یا بی تحصیلات، ماهر یا ساده، وارد بازار کار میشن، جاشون در قطبی هست که نیروی کار فقط برای عرضه کردن خواهند داشت و با این خصلت انگلی سرمایه‌داری و فرارش از تولید، کار، ایجاد کار براشون هرچه بیشتر کمتر داره میشه. بیکاری ساختاری حتی در کشورهای مرکز ایجاد شده. روی سخن ما با اونهاست. شمایی که میتونید این تغییر رو ایجاد بکنید، شمایی که میتونید جلوی بربریت رو بگیرید و گام بردارید به طرف سوسیالیسم و گام بردارید به طرف اینکه برنامه ریزی رو در سطح تولید در کل جامعه برقرار بکنید. انقلابات تکنولوژی و به خصوص انقلابات ارتباطی، تکرار میکنم ولی مهمه، این امکان رو در اختیار ما قرار میده، قابل مقایسه نیست با امکاناتی که در دوره انقلاب اکتبر و 100 سال پیش در اختیار ما بود. ما امروز قادر هستیم با تکیه بر دستاوردهای انقلابات صنعتی و تکنولوژیکی که سرمایه‌داری ایجاد کرده ولی جلوی به کارگیری اون رو میگیره، به راحتی مسئله برنامه‌ریزی در سطح جامعه رو به پیش ببریم. در ریزترین خواسته ها و نیازهای واقعی مردم رو میتونیم ما رصد بکنیم با چند تا کلیک، اما این سرمایه‌داری جلوش رو میگیره. شمایی که میتونید این رو تغییر بدید، این مناسبات رو باید در هم کوبید. تکرار میکنم، ماشین دولتی سرمایه‌داری رو باید در هم کوبید تا این نیروی عظیم تولیدی رها بشه و ما دیگه با این روبرو نباشیم که تنها 1/5 کارخانه های بزرگ با ظرفیت کامل خودشون کار کنند. من با این صحبتم رو اینجا به پایان می‌رسونم.